سلام ادب خدمت شما شاگردان عزیز. بخش اول سوالها را در جلسه پیش با هم حل کردیم. امروز می‌خواهیم بخش دوم سوالهای آخر فصل سوم را با هم یک جای کار کنیم. بخش دوم سوالها شامل موارد زیر می باشد. از شما خواسته شده است جمله های زیر را با دقت مطالعه کرده و جاهای خالی را با کلمه های مناسب پر کنید. اولین سوال جای خالی شما این قسمی است. ایترها مرکبات عضوی است که گروه وظیفوی جای خالی را دارد. گروه وظیفوی ایترها را شما در بخش اول سوال ها هم تکرار شده است و یاد گرفتید و یادآوری شد برای شما که ایترها دارای گروه وظیفوی اکسیژن می باشد که از دو طرف به گروه های آر اتصال یافته است. پس به داخل جای خالی گروه وظیفوی اکسیژن را نوشته می کنید. سوال 21 C2H5 به نام جای خالی یاد می شود. C2H5 یک الکایل می باشد که نامش ایتایل است. پس به داخل جای خالی ایتایل را نوشته می کنید. سوال 22 مرکب اولی ایترها عبارت است از اولین مرکب از ایترها یا ساده ترین مرکب از ایترها مرکب است که اتم اکسیژن از دو طرف به گروه CH3 اتصال یافته باشد. پس اولین مرکب آن نوشته میکنید دای میتایل ایتر. سوال 23 نام آیوپک مرکبی CH3 رابطه CO رابطه CH3 جای خالی است. خب برای اینکه نام آیوپک مرکب مورد نظر را نوشته کنید باید فرمول را بر روی تخته سیاه نوشته کنید و با هم یک جای نام آن را تشخیص بدیم. خوب دقت کنید شاگردها به فرمول کیمیاوی مورد نظر. فرمول که برای شما داده شده است این قسمی است. اگر فرمول را به این صورت هم نوشته کنیم درست است که C2 رابطه O را به این صورت نوشته کنیم یا میتونیم به این صورت هم CO نوشته کنیم. خب از روی گروه وظیفوی C2 رابطه O تشخیص میتیم که مرکب مورد نظر یک مرکب چی است؟ کیتون است که گروه C2 رابطه O از دو طرف به گروه های الکایل اتصال یافته است. پس ما باید کتون ها را به روش آیوپک نامگذاریش را یاد داشته باشیم. در نامگذاری کتون ها به روش آیوپک اگر یادتان باشد نام هیدروکربن مورد نظر را نوشته میکدیم و بعد از او به جای پسوند ای در آخر نام هیدروکربن های مورد نظر پسوند ONE که مشخصه کتون ها میباشد را نوشته میکدیم و جایگذاری میکدیم. خب مرکب مورد نظر دارای چیز تعداد اتم های کربن است؟ دارای 3 اتم کربن است. نام هیدروکربنی با 3 اتم کربن چی میشه؟ پروپان. خب به جای پسوند ای که در آخر نام هیدروکربن میباشه گفتیم چی قرار میدادیم؟ پسوند او ان ای که پسوند او یعنی مشخصه کتون ها می باشد.
پس نام مرکب مورد نظر می شود پروپانون. پس سوال 23 که گفته شده است نام آیوپک مرکب مورد نظر را نوشته کنید در جای خالی می نویسید پروپانون. سوال 24 CHO گروپ وظیفوی جای خالی است. خب CHO اگر فرمول را باز کنید می شود C دو رابطه O که از یک طرف به اتم هیدروژن اتصال یافته است. C دو رابطه O که از یک طرف به اتم هیدروژن اتصال یافته باشد مشخصه الدهاید ها می باشد که گروپ وظیفوی الدهاید ها را برای ما مشخص می کند. پس به داخل جای خالی شما باید نوشته کنید گروپ وظیفوی الدهاید ها. رسیدیم به قسمت سوال های تشریحی. از شما خواسته شده است که سوال های زیر را تشریح کنید. سوال 25 که اولین سوال تشریحی شماست، از شما خواسته شده است که گروپ وظیفوی را با مثال توضیح دهید. گروپ وظیفوی را شاگرد ها شما در متن درس با تعریف آن آشنا شدید. گفتیم که گروپ وظیفوی به مجموعه از اتم ها گفته می شود که در ساختار مرکبات باعث می شود که خواص فیزیکی و کیمیاوی مشخص را به آنها بدهد. مثال هایی از آن را برای تخت سیاه برای شما نوشته می کنیم و تشریح می دیم. گروپ وظیفه‌ای که مجموعی از اتم هاست که خواص فیزیکی و کیمیاوی مشخص را به یک مرکب می‌دهد. مثال هایش می‌تونم گروپ وظیفوی O H باشه که مشخصه مرکبات الکل است. یعنی شما اگر در هر مرکب گروپ وظیفوی OH را مشاهده کردید مرکب مورد نظر یک الکل می باشد و تمام خصوصیات فیزیکی و کیمیاوی یک الکل را نشان می دهد. یا فرض مثال گروپ وظیفوی C دو رابطه O رابطه H که مشخصه الدهاید ها می باشد. هر مرکبی که دارای گروپ وظیفوی C دو رابطه و رابطه H باشد تمام خصوصیات فیزیکی و کیمیاوی الدهایدها را برای ما نشان می‌دهد. یا C دو رابطه O که مربوط به کتون‌ها می باشد. و گروپ های وظیفوی مختلفی دیگر را که شما در متن درس با انواع بیشتری از گروپ های وظیفوی آشنا شدید که این مثال ها و نمونه های می باشد از گروپ های وظیفوی. سوال 26 الکل ها را بر اساس نوعیت و کمیت گروپ OH طبقه بندی کنید و با مثال توضیح دهید. شما در متن درس با انواع الکل ها بسته به اینکه گروپ هیدروکسیل چگونه اتصال یافته است آشنا شدید و یاد گرفته اید. با کمک هم باز برای تخته سیاه تشریح می کنیم که انواع الکل ها چه قسمی است.
خب خوب دقت کنید شاگرد ها، الکل های نوع اول، دوم و سوم دارای چه ساختار هایی است؟ برای اینکه الکل های نوع اول، دوم و سوم را ساختار های آن را قبل از اینکه نوشته کنیم، شما باید با گروپ کاربینول آشنا باشید. گروپ کاربینول دارای ساختار قسمی است سی رابطه او اچ. بر اساس گروپ کاربینول است که ما مشخص میکنیم الکل نوع اول است، دوم یا سوم است. مثال هایی که از هر کدام از الکل های نوع اول، دوم و سوم میزنیم را خوب دقت کنید. اگر گروپ کاربینول فرض کنید یک الکل داریم قسمی CH3 رابطه CH2 رابطه OH. اگر گروپ کاربینول که C رابطه OH می باشد با یک تو اتم کربن اتصال یافته باشد، یا با یک گروپ R که این گروپ R می باشد اتصال یافته باشد، الکل ما میشه الکل نوع اول. اما اگر گروپ کاربینول با دو تا گروپ R یا CH3 اتصال یافته باشد، به این صورت الکل ما الکل نوع دوم می شود. گروپ کاربینول ما این قسم است که با دو تا گروپ R اتصال یافته است. اما اگر گروپ کاربینول که سی رابطه او اچ است از سه طرف به گروپ R اتصال یافته باشد، در این صورت الکل ما یک الکل نوع سوم است. گروپ کاربینول با سه تا گروپ R اتصال یافته است. پس به این ترتیب با توجه به اینکه گروپ کاربینول با چه تعداد گروپ های R اتصال یافته است، الکل نوع اول، دوم و سوم مشخص می شود. سوال 27. الدهایت ها به طریقه آیو پک چطور نامگذاری می شوند؟ با مثال توضیح دهید. خب الدهایت ها را نامگذاری آنها بر روش آیو پک را با مثال بر روی تخته‌سیاه با هم نوشته میکنیم و کار میکنیم. برای نامگذاری الدهایت ها بر روش آیو پک نام هیدروکربن مورد نظر را نوشته میکردیم و به جای پسوندی در آخر نام هیدروکربن مورد نظر پسوند AL که مشخصه الدهایت ها می باشد را جایگذاری میکردیم. مثال آن اگر فرمولی داشته باشید به این صورت CH3 رابطه CH2 رابطه C2 رابطه O رابطه H CHO COH گروه وظیفه‌ای مشخصه الدهایت ها هستند. ساختار یک ساختار الدهایت هست، می‌خوایم که نام آن را به روش آیو پک نوشته کنیم. اول نام هیدروکربن را نوشته می‌کنیم که دارای 1, 2, 3 اتم کربن می‌باشد. نام هیدروکربن با 3 اتم کربن می‌شود نامش پروپان. به جای پسوندی پسوند AL را قرار میدیم که نامش می شود پروپانل، الدهایدی که دارای 3 اتم کربن می باشد. سوال 28. استر را با مثال تعریف کنید. با ساختار استرها شما در متن درس آشنا شدید که مشتقات اکسیژن داره از مرکبات عضوی می باشد. برای اینکه با مثال تعریف کنیم باید بر روی تخته سیاه شاگردان عزیز با هم استرها را تشریح کنیم.
خب ساختار ایسترها چه قسمی است؟ اگر یادتان باشد با ساختار تیزابهای عضوی یا کاربوکسیلیک اسیدها شما آشنا شدید. ایسترها مشتقات اکسیژندار کاربوکسیلیک اسیدها می باشد. فرمول عمومی کاربوکسیلیک اسیدها یک قسمی است سی دو رابطه او، رابطه او ایچ، رابطه آر. اگر در ساختار تیزابهای عضوی یا کاربوکسیلیک اسیدها به جای اتم هیدروژن در گروپ هیدروکسیل یک تا گروپ آر جایگذاری شود، ساختار ایسترها برای ما تشکیل می شود. به این صورت آر رابطه سی دو رابطه او، رابطه او به جای H یک گروپ R قرار می گیرد. به این ساختار یک ساختار استری گفته می شود. پس استرها مشتقات اکسیژندار کاربوکسیلیک اسیدها می باشد که به جای اتم هیدروژن در کاربوکسیلیک اسیدها یا تیزابهای عضوی یک تا گروپ R جایگزین می شود. مثال فرمولیش را بخواییم برایتان بزنیم میشه. فرض کنید CH3 رابطه C دو رابطه O رابطه OH که یک تیزاب عضوی یا کاربوکسیلیک اسید ساده ترین کاربوکسیلیک اسید می باشد. به جای هیدروژن یک گروپ الکال قرار بگیره CH3 که ساده ترین استر با وجود می آید. این مثالی بود از استرها. تیزابهای شحمی را با مثال تشریح کنید. تیزابهای شحمی را شما در متن درس یاد گرفتید. به تیزابهای گفته می شود با بیش یا 4 اتم کربن یا بیش از 4 اتم کربن. مثال آن بیوتاریک اسید است که در ساختار مسکه یافت می شود و دارای 4 تا اتم کربن است. فرمول مولکولی اولین و ساده ترین تیزاب شحمی که بیوتاریک اسید هست را با هم بر روی تخته سیاه نوشته می کنیم. خب بیوتاریک اسید از جمله تیزابهای شحمی است با 1, 2, 3, 4 تا اتم کربن که ساده ترین تیزاب شحمی است. فرمول مولکولی آن این قسمی است که دارای گروه وظیفوی تیزاب است و دارای بقیه الکایل آن که 3 اتم کربن دارد که در ساختار مسکه هم یافت می شود. سوال سیوم، روغن اولین را توضیح دهید. روغن اولین از جمله شحمیاتی بود، اگر یادتان باشد در متن درس، از ترکیب دو روغن از جمله روغن گلیسرین و روغن اولیک اسید به وجود می آمد. از روغن اولین در پخت و پز هم استفاده می شد. سوال 31، قندهای یک قیمته، دو قیمته و سه قیمته را با مثال تشریح کنید. قندهای یک قیمته را به قندهایی می گفتیم که فقط از یک قند ساخته شده است و به مواد ساده تری تجزیه نمی شد. و قند دو قیمته را هم به قندهایی گفته می شد که از یک جای شدن دو قند ساده به وجود می آمد و قندهای سه قیمته یا به عبارت قندهای چند قیمته هم به قندهایی گفته می شد که از یک جای شدن چند تا قند ساده به وجود می آمد. مثال هایش قندهای یک قیمته که در متن درس هم شما کار کردیم با شما شامل گلوکوز، فرکتوز و گلکتوز بود و قندهای دو قیمته هم شامل لکتوز و سکروز بود. قندهای چند قیمته هم شامل نشایسته و سلولوز بود که با هم کار کردیم.
سوال های بخش دوم فصل سوم با آخر رسید. امیدوارم که سوال ها را به درستی حل کرده باشین. شما را به خداوند بزرگ می سپارم. خدایا را نگهدارتان باشد.